سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به این انجمن گفت و شنود درباره ادبیات فارسی زبان در برنامه پژوهش‌های ایران شناسی در دانشگاه ییل. سخنرانی خواهیم داشت بین دو نفر از دنیای داستان نویسی فارسی تا افکار درخشان ایشان را بشنویم درباره صنعت خود از ترکیب و شکل‌های ادبی تا فرایند نوشتن. ولی پیش از آن که این نویسندگان با هنر را معرفی می کنیم، دلم می خواد که به شما اطلاعاتی چند توضیح دهم درباره برنامه ما و به طور کلی درباره ایران شناسی در دانشگاه ما. در چند سال گذشته تعداد ایران شناسان در برنامه ما و در دانشگاه ییل عموماً افزایش پسندیده ای یافت. تا حال بیش از 10 نفر هستیم. کتابدار، استاد زبان فارسی، 3 نفر ادبیات شناس، هم کلاسیک هم مدرن به فارسی و دری و تاجیکی، چند نفر شرق شناس و باستان شناس ایران و بین النهرین، 3 نفر مورخ دین و اندیشه اسلام و 1 نفر هنرشناس. در دنیای فارسی زبان از ترکیه تا بنگال و از ازبکستان تا اقیانوس هند. امسال هم 1 گواهی نامه نوعی تأسیس کرده ایم برای دانشجویانی که میخواهند درس هم زبان فارسی هم فرهنگ ایران شرح خوانند. حالا در سال 1 چند نفر استاد از افغانستان و اوغرستان که جانشان در خطر است به ییل میآیند تا درس دهند و توانند به تدقیقات خود ادامه دهند. هم لطف به بنیاد میراث ایرانی that is the Persian Heritage Foundation ما هر 2 سال 1 فلوشیپ فوق دکتری داریم به نام مبارک استاد احسان یارشاتر. در حال فلو به نام استاد یارشاتر خانم لطیفه آونی است که امروز مجری گفت و شنود خواهد بود. خانم آونی دکترای خود را از دانشگاه هاروارد در رشته مطالعات دین، کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق هاروارد و کالج باستان در رشته حقوق و کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه تهران دریافت کرده است. حوزه تحقیقش در دین و حقوق اساسی در ایران و خاورمیانه است. هر سوالی که داشته باشید به Q&A تایپ کنید و بعد از 20-30 دقیقه گفتگو بین نویسندگان، خانم آونی چند سوال به ایشان خواهد خواند تا جواب بدهند. علاوه بر برنامه پژوهش های ایران شناسی، این گفت و شنود به حمایت مشترک چند حامیان دیگر برگزاری می شود. در ییل بی حد ممنونیم از دپارتمان زبان ها و تمدن های خاور نزدیک، مرکز مطالعات خاور میانه و دپارتمان ادبیات تطبیقی و خارج از دانشگاه هم از بنیاد فرهنگی ژال اصفهانی در لندن متشکریم. بنیاد ژال اصفهانی هم حامی و تشویق کننده ایست برای شاعران جوان در ایران و افغانستان و تاجیکستان و امیدواریم که بعدتر با 1 چند از آن شاعران تابدار هم گفت و شنود داشته باشیم. پس 1 چند کلمه بگویم درباره مصاحبه کننده یا میزبان این گفت و شنود، خانم همیرا قادری، 1 نویسنده افغان که بعد از این مهمان ما را معرفی خواهد کرد. خانم قادری امسال به ییل آمد از مؤسسه رادکلیف دانشگاه هاروارد که در آنجا 2 سال عضو دانشمندان مهمان بود. در دانشگاه ییل او اولین نویسنده مهمان مرکز مکملن است. یعنی پیش از این تنها نویسندگان مهمان
در دپارتمان های انگلیسی و زبان های اروپایی بودند، ولی هم استعداد ادبی این استاد، هم زندگی و حرفه شگفت انگیز او مدیران مرکز را متقاعد کرد. خانم قادری نویسنده 7 کتاب است، از جمله رمان و مجموعه داستان کوتاه. در این نوشته ها زندگی واقعی دیده می شود، هم زیبا هم زشتش، ولی رئالیسم خام که نیست. مثلا رمانش نقره، دختر دریای کابل، رمان تاریخی است که اتفاقات سیاسی چند دهه از نقطه نظر زنان آشپزخانه ارگ امیران روایت می کند، اما رمان تاریخی ساده ای نیست. نه فقط روایت به عقب و جلو می رود، پیچیده می شود مثل ذهن مردم، ولی هم شکل رمان پر از شعر و شاعری و زبانها و لهجه های گوناگون مردم است، مخصوصا زبانهای دنیای اندرون، تا آنکه یک دنیای کامل می سازد. برای همین ظرافت و قوت است که خانم قادری در ایران برنده جایزه ادبی صادق هدایت شد. خوانندگان انگلیسی زبان بهتر خاطراتش را می دانند که زیر عنوان Dancing in the Mosque: An Afghan Mother's Letter to Her Son به انگلیسی ترجمه شده است. در آخر باید بگویم که خانم قادری هم یک فعال مدام العمر حقوق بشر است که مدت طولانی به نویسندگان جوان، دختران و زنان هنر نوشتن را تدریس داده است، حتی وقتی که این عملیات خطرناک بود. به دلیل شجاعت استثنائیش مدال ملال را به دست آورده که بالاترین افتخار مدنی افغانستان است. امسال و انشالله سال آینده هم چند گفت و شنود دیگر خواهیم داشت بین خانم قادری و نویسندگان دیگر، هم داستان نویسان هم شاعران، درباره هنر نوشتن و وضعیت حالی ادبیات فارسی زبان. ولی همین حالا رشته سخن را برای خانم قادری می دهم که مهمان عزیز ما را معرفی می کند. همیرا جان بفرمایید. سلام به همه شما. بسیار زیاد تشکر سام عزیز به خاطر معرفی بی نهایت مهربانانهی که داشتی. بسیار خوشحال هستم که در دانشگاه ییل همکارت هستم. آلیه جان به برنامه ما خیلی خوش آمدید. لطیفه جان از این که در این برنامه کمک میکنیم ممنون، و مروه عزیزی که پشت برنامه ایستاده و کوهواری داره ما از نظر تکنولوژی حمایت میکنه. بگذارید که اول بینندگان عزیز، شنوندگان و بینندگان عزیز خدا یکم با خانم عالیه بیشتر آشنا کنیم، خصوصا اگر که بچه های سوزن طلایی امروز به جمع ما پیوسته باشن، و از خیلی جهات فکر میکنم که خانم عالیه عطایی برشان نویسنده جدیدی هست، و بعد از اینکه آثارشان رو بخونن مطمئنم با ما هم نظر میشن که نویسنده به حساب ما خیلی زبردست و ماهری هم هستن. خانم عالیه عطایی به حساب اون کریر یا به حساب شغلی حالا معرفیشان میکنم، بعد میایم محتوایی با هم در موردشان بیشتر حرف میزنیم. عالیه عطایی نویسنده و فیلمنامه نویس ایرانی هست که کتابهایشان جایزه ادبی مهمی رو گرفته، از جمله جایزه ادبی مهرگان گرفته، فکر میکنم برای کتاب کافور پوش است که من اینجا دارمش. خانم عطایی در 1360 در ایران به دنیا آمده و در منطقه مرزی بین استان خراسان جنوبی و ولایت فراه در افغانستان بزرگ شدن. خانم عطایی یک مرزنشین بوده که بخشی از خانوادهشان در ایران و بخش دیگر در افغانستان زندگی میکردن. خانم عطایی به طور گسترده به عنوان یکی از طرفداران قوی حقوق زنان شناخته میشود. عمیقا تحت تاثیر روایتهای شخصی از بزرگ شدن به عنوان یک اقلیت زن در ایران است. آثار او موضوعات مانند هویت و زندگی مهاجران را پرورش میدن. خانم عطایی دبیرستان خودشان در بیرجند به پایان رساندن و برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران عازم دانشگاه هنر، دانشکده هنر دانشگاه تهران عازم پایتخت شدن. خانم عطایی هم دانشگاهی هم هستن پس، و در رشته نمایشنامه نویسی
ماستری خودشان، کارشناسی ارشد خودشان به دست آوردن. خانم اطرایی داستان کوتاه دارن و مقالات متعددی که در مجلات خارجی مثل آمریکایی و فرانسوی چاپ شده و آخرین اثرشان، امون اثر دردانهشان به نام کورسورخی، کتاب کورسورخی هم با نشر گالیمارد در فرانسه در اپریل به چاپ رسیده. این یک خلاصه بود. من دارم با سرعت صحبت میکنم بخاطر اینکه دوستان میتونن این اطلاعات در وبسایتتان در ویکی‌پدیا پیدا کنن. خیلی علاقه مندم که زودتر برم سراغ اون گفتگویی که بین ما و شما باشه و بیشتر ما از شما بشنویم. اما قبلش در مورد اینکه درمایه آثارتان چی بوده، من دوست دارم که کسایی که زیاد با شما آشنا نیستن یک کمک رویشان بحث کنم. زمین این که دوباره خدمتتون میگم، بارها به این برنامه خوش آمدید، قدمتان روی چشم ما و دانشگاه ایل. میخوام بگم که خانم عطایی عزیز، نوع زندگی متفاوتی که شما گذراندید، البته کتاب فرسوخی به نام مرز فراموش شدگان چاپ شده در فرانسه. خانم عطایی عزیز از 20 سالگی شروع کردن به نوشتن و طوری که باشون صحبت کردم، حتی اولین کتابشان که به نام مگر می شود قابیل حابیل را کشته باشد چاپ شده، دغدغه هجرت است. بیشتر احساس می کنم در اون کتاب دغدغه هجرت باید بوده باشه تا هویت، بخاطر اینکه کتاب نخواندم نمیتونم، کتاب جزو اولین کتاب هایشان بود، خودشان هم پی دی افش نداشتن و من هم نتونستم در اینترنت پیدا کنم. دو تا کتاب از اونا بود که از دانشکده دانشگاه ایل پیدا کردم و یکی دو تا رو هم که از خودشان قرض گرفتم به صورت پی دی اف که بخونم. در تمام این کتاب‌هایی که من خواندم، غیر از کافورپوش که اگه فرصتی باشه ساختاری دوست دارم نگاهی به او داشته باشیم، به خاطر اینکه بحث متواییش در این 30 دقیقه کامل از بقیه کتاب‌ها جداست و شاید نگنجه که ما اینجا باش در مورد حرف بزنیم. در تمام این آثاری که من از خانم عطایی خوندم، دغدغه هویت است. دغدغه رنج هویت است. اندوه هویت است. کسی نیست که دنبال هویت خودش کفش پوشیده باشه و راحت کلی پوشی انداخته باشه و شهر به شهر بگرده. انگار احساس میکنه آدم که در اون هزار توی ذهن خانم عطایی دختر رنجوری هست که با قصه هایی که از اطرافیان در مورد هویت پشت سر گذاشته شده به نوعی از نظر جغرافیایی نه از نظر تاریخی، کل پشتی خودش برداشته و بین قبرها بازماندگان، نه در بین قبرهایی که از دست رفتن، به نوعی داره خودش جستجو میکنه و میجوره و در این جستجو و جوریدن بیشتر از همه به خودش آسیب میزنه. جایی به عنوان شخصیت در داستان، جایی به عنوان راوی اول در داستان کورسرخی که اگر فرصت شد در موردش هم، در مورد نام داستان کورسرخی هم با هم حرف میزنه. در تمام این آثار قدم به قدم وقتی شما با خانم عطایی پیش میرید، میبینید به جایی که این گره باز بشه، این گره یه هویت باز بشه و خانم عطایی حالا چه به عنوان راوی اصلی که اونجایی که زندگی نگاره دارن، چه به اونجایی که به عنوان قصه خود به شخصیت های داستانی بخشیدن و کرکتر های داستانی بخشیدن، در اینجا به هیچ کدام از اینا خانم عطایی آرامش نمیرسه. در هیچ مجموعه، حتی بعد از اینکه چاپ میشه جایزه میگیره، همچنان میبینید خانم عطایی همچنان خودش رو داره جستجو میکنه و این گره زخم ناسور میشه در کورسرخی. خانم عطایی چی شده؟ چیست که این چنین دنبال هویت از دست رفته خودتان سرگردان؟ البته سلام میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما همیرا جان، خیلی ممنون از آقای سام عزیز، ممنون که منو دعوت کردیم به برنامه‌تون. مرسی از این همه اطلاعات که شما دادین، خیلی بهتر از من صحبت کردین و این نحوه ایدار داشتین، نحوه اطلاعات مربوط به کار رو. چیزی که شده که یعنی من نمیدونم اگه بخوام بگم اون نقطه اصلی کجا بوده که حالا در اون مایه کارای منو شکل داده، و نمیتونم براش دلیل واضحی پیدا کنم، ولی شاید توی کورسرخی تا یه حدودی بهش نزدیکتر شده باشم به خاطر این که به خاطر شخصی تر بودنش، شاید به خاطر زندگی و بزرگ شدن و کودکی در مرز بوده. و وقتی که شما در یک مرزی زندگی میکنین، همونجور که توی کورسرخی هم نوشتم،
مسئله هویت مسئله خیلی سستی میشه، چون وقتی که میگیم ایران همه فکر میکنن تهران، وقتی میگیم افغانستان همه فکر میکنن کابل، و معمولا اون کسایی که اون وسط هستن و کسی در نظر نمیگیره که اونها چند اندازه نزدیکی و اختلاط فرهنگی بین این دوتا کشور هست، و ولی این دوتا کشور و تمام این نزدیکی های فرهنگی دو کشور سیاسی جدا، و خود اون سیاست هایی که حالا آدم های اون کشور ها نذاشتن باعث رنجوری خیلی زیادی میشه. من خیلی فوکوس کردم روی این شاید توی کتاب آخرم، ولی تو بقیه کتابام هم همیشه بوده این قضیه، و مسئله خودمه که این چطوری بوده. تن یک چیزی از بچگی به یاد دارم که اگر که فکر کنم همیشه برای توجیه همچی چیزی اینو میگم، حالا نمیدونم چقدرش درسته، میگم وقتی که 8 سالم بود معمول که افغانستان زندگی میکنن و اون موقع اومدن خونه ما که در روستایی بود در واقع این برمان ایران، و وقتی که عموی من داشت برمیگشت من فهمیدم عموی من یک کارت داره که کارتش رو مهر میکنه و میره، و خیلی برای من عجیب بود چون عموی من بود دیگه و نمیتونست یه مال یه کشور دیگه باشه، عموی من نمیتونست خارجی باشه، و فکر میکنم از اونجا شروع شده، یعنی این درگیریه. این به نوعی میشه گفت این درگیری، حالا نه خیلی نمیخوایم بخش عذابش صحبت کنم، همیشه گفت در کور سرخی وقتی بخواندم میشه گفت زخم ناسور، به جای اینکه باز بشه داره گره هایش در هم میشه، و خصوصا الان که شما در فرانسه هستی خانم عطایی عزیز، قراره این گره وارد یک جغرافیای جدید بشه، و شما بیشتر قربت همینه دیگه، شما به وسعت جغرافیا دارید براکنده میشید، و من امیدوارم در کتاب بعدی تجربه جدیدی فراتر از مرزنشینی اما با اندوه، حالا نه اینکه اندوه قربت مفهومی که خوره جان شما بشه، به این مفهومی که این جوریدن، نه جوریدن خودتان، جوریدن این جغرافیا و این هویت ادامه پیدا کنه، و من مطمئن هستم شما به نکته‌های جدیدتری در این جغرافیای بسیار متفاوت از ایران و افغان می‌رسید. بعد از که این قصه شما بوده، من احساس میکنم اینجا خیلی از دوستان سوزن طلایی ما شرکت دارند، و ما همیشه در مورد تجربه زیسته از اول اینه، وقتی نویسنده میگه یا دوستان ما میگن ما احساس میکنیم مینویسیم ها یا دوست داریم بنویسیم ولی نمیدانیم چی رو بنویسیم، ما میایم به بحث درون مایه، یعنی سر درون مایه سرگردانه، و وقتی که ما در مورد تجربه زیسته صحبت میکنیم میگیم بزرگترین کاری که یک نویسنده ممکنه انجام بده اینه که به تجربه زیسته خودش حرمت بگذاره، و شما دقیقا این کار کردی. در حالا شما قلم خیلی خوبی داری در اون بحث نیست، شسته و رفته و قشنگ و تمیز، یعنی ما آدمی هم که روی جمله ها خیلی دقت میکنم، چند تا جمله های شما رو خواندم و میخواستم ببینم که قابل تغییر هست، دیدم در بهترین شکل خودشان جمله ها نوشته شدن، یعنی اون درون مایه داخل اون تاس قشنگیه که شما میشه راحت از اون آب بنوشین. این تاسمو به عنوان نثر در نظر میگیرم، اما تجربه زیسته شما کاری کرده موضوعی رو کشیده بیرون که تا حالا در ایران با افغانستان مرز بزرگی داره دیگه، ما به همون اندازه که مرز ما با چین کوچیکه، به همون اندازه مرز ما با ایران مرز طولانی هست، گهرات که نیمروز است که زابل است تمام این مسیر میگیره، و شما این تجربه زیسته ای رو که سالها چنان که شنیدم در مصاحبه هایتان به نوعی یا باهاش کنار نیامده بودید یا پنهانش کرده بودید، بعد ناگهان این تجربه زیسته می آید و مواد اولیه میشه در کار شما و در کور سرخی بیشتر از همه خود نشان میده. میخوام بدید ببینم که تجربه زیسته وقت نوشتن، اینجا خیلی مشتاقه بچه های مشتاق نوشتن هست، تجربه زیسته وقت نوشتن به شما چه کمکی کرد؟ ببینید من از همون کتابای اولم که فکر میکنم، یعنی از داستانهای اول که تو دهه 20 زندگی چاپ میشد داشتم این تجربه رو قاعدتا، ولی میتونم بگم که ماها حالا درسته من جغرافیای مرز رو انتخاب کرده بودم
و کردم حداقل خیلی واضح تو کتاب آخر و حالا بعضی از داستانهای کوتاه. ولی یه چیزی رو که برام اهمیت داره بگم اینه که تجربه زیسته ما وقتی که در ایران یا در افغانستان زندگی میکنیم مملو از تجربه زیسته و تجربه زیسته به خودی خود کمکی به ما نمیکنه. باید ابزارش رو داشته باشیم، در واقع توان بروزش رو داشته باشیم که این بتونه تبدیل بشه به ادبیات. یعنی در واقع جدا کنیم زندگی خودمون رو از اون لحظات دراماتیک زندگیمون رو بتونیم بکشیم بیرون، یا نه زندگی خودمون، زندگی دیگرانی که دیدیم یا اصلا شنیدیم هرچی، و اون لحظات دراماتیک رو بتونیم دراماتیزه کنیم و تبدیل و بگیم. وگرنه واقعیتش زندگی روزمره چیزی برای نوشتن نداره. یعنی حتی در بدترین حالت شما باید توان دراماتیزه کردن متن رو داشته باشید که قابل خوندن بشه. نمیدونم، من فکر میکنم کسی که تجربه زیسته نداره که باید یا نداره یا جرأت نزدیک شدن به خودش رو نداره که باید قید نوشتن رو بزنه، ولی کسی که تجربه زیسته داره باید خیلی 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 تلاش کنه تا بنویسدش. یعنی اصلا چیز ساده ای نیست، صرف داشتن تجربه انگار ما پا داریم، حالا دیگه تا اینکه دونده بشیم مسیر طولانیه. به من خیلی کمک کرده، ولی جایی بخوام بهتون بگم که بروز کرد که توانمندی تکنیکی بالاتر رفت. یعنی اتفاقا اونجا باعث شد که اون تجربه ها دیده بشه. وگرنه میدونین دنیا پر از داستان و کتابیه که آدم ها از تجربه های مختلف نوشتن و خیلی وقتا دوست نداریم بخونیم، یا به نظرمون تکراری میاد یا به نظرمون بد میاد. اون که تفکیک خواهد کرد در نهایت توان نوشتاریه. نوشتاریه. خانم علی عطایی عزیز، در کتاب کورسرخی وقتی شما دارید، خب شما بین واقعیت و حقیقت فرق گذاشته بودید وقتی در مورد خود بحث زندگی نگاره صحبت میشه، میگید خب درست است که قصه های زندگی است، از اما اینا رو لعاب داستانی دادم. با تمام اینها شمایی پدرتان هست که مریض شده، مادری هست که عزادار میشه بعدها، برادرانی هستن در این کتاب که برادران خود شما هستن با نامهای خودشان، و زندگی نگاره است، حالا ما به نوعی در اینجا میگیم مموار خاطره نویسی است، و البته شما خیلی خوب گزینش کردید که از این زندگی کدامهایش بگید و کدامهایش نخواهید بگید. در اون قسمتی که شما در مورد بردن پدر دارید صحبت میکنید از بیرجند به تهران و اون منزل به منزل زدن های بین راه و اون دیدن پدر در اون اندو و اینکه شما در اون مریضی و اینکه شما کمکش میکنید، اونجا این منزل به منزل از بیرجند تا تهران خیلی جغرافیای خوبی داره. جغرافیا به این مفهوم که انگار با شما آدم حرکت میکنه، با شما آدم میسته. من نه اینکه به خاطر اینکه تجربه زیسته در ایران دارم و اون مسیر بارها از افغانستان به تهران رفتم به عنوان دانشجو، به خاطر اینکه خواننده بودم که این مسیر با شما درستم طی کنم، خیلی در اون جا در اون کتاب، هرچند که خیلی بخش اندوبار کتاب از شما دارید پدر مخاطب همیشگی ذهنی خود دارید از دست میدید، اما برای من قشنگ نشسته بود به خاطر اینکه با شما خاک این مسیر تنفس کرد. اما در بقیه داستان های اتفاقی که میفته این است که جغرافیا ناگهان محو میشه، و من خواندم از شما، شنیدم که گفتید که مگر چه فرق میکنه که حادثه ای در شیراز اتفاق بیفته یا تهران، اما خیلی فرق میکنه اگر حادثه ای در هرات اتفاق بیفته یا تهران. اون حوادثی که حتی در هرات اتفاق میفته، اون جایی که شما بعد از سالها بعد از برای ازدواج دومی که میرید، بعد از ازدواج دوم که پسر کاکا رو از دست میدید به عنوان عاشق اولیه، و بعد میرید که کاکا رو ببینید در اون حالت، اونجا هرات هست اما هرات نیست. یعنی انگار که شما یک خانه هست داخل شیراز و نمیفهمم تهران، هرات هست اما انگار هرات نیست، به خاطر اینکه جغرافیا اتفاق نیفتاده.
به ذهنم رسید با وجودی که جواب شما را یک جای خواندم که گفتید میخواستم جغرافی های نباشه چه فرقی میکنه، به ذهنم رسید که آیا ممکنه بیرجن خوب شکل میگیره منزل به منزل و هرات شکل نمیگیره به خاطر اینکه شما تجربه زیسته از اون جغرافیا ندارید و به نوعی به یک خلا برخورد میکنید، بنابراین چیزی برای خودتان میسازید، این تاریس یا نظر فلسفه دیگری پشت سرشه؟ من درسته توی کتاب کورسرخی شخصی ترین بخشش بخش اول کتابه، دقیقا همون بخشیه که روایت پدره و بعد از اون در واقع تلفیق روایت های مختلفه. و بله من تجربه سفر داشتم، هیچ وقت تجربه زیسته در هرات رو نداشتم، تجربه زیسته در افغانستان رو نداشتم و چون نداشتمش سمت نوشتنش هم نرفتم دیگه، یعنی به همون سمتی که خودم بهش اشراف داشتم نزدیک کردم اون داستان رو. و خب بیرجن شرطیه که من تمام سالهای در واقع از دبستان و راهنمایی و دبیرستان اونجا درس خوندم و بعد از اون اومدم و خیلی شهر به من نزدیکه و خیلی درش زیست طولانی داشتم، هرچند که 20 و چند ساله ترک کردم اون شهر رو و خود منطقه مرز همینطور. اما به همون اندازه من غریبه بودم با اون ور مرز و به همون دلیل ندارمش، اون جغرافیا رو من در کتابم ندارم. اتفاقا من اونو توی کتاب شما میخوندم و دوست داشتم، یعنی یکی از بخشایی که مثلا من خیلی من رو نزدیک میکرد به کارهای حالا داستانی خود شما این بود که اون بخش گمشده من از داستانهای شما در میومد وقتی که میخوندم، حتی از زبان، حتی از جغرافیایی که دارین درش، حالا یه مجموع داستانی که این اخیرا من فرستاده بودیم مخصوصا اینو خیلی با اشتیاقی که میخوندم، بیشتر از این که احساس کنم دارم داستان میخونم، انگار داشتم باز همچنان داشتم دنبال کشف اون جایی میگشتم که درش نبودم و زندگی نداشتم که بنویسم اونجا. در داستان شبیه گالیله دیدم، اونجایی که زیر زمین زیر اون تونل مردی ساده است و میگه شبیه مثلا دالانهایی که یا شبیه اون سربارهایی که مال خواجه عبدالله انصاری است یا اون دیوارها، و من احساس کردم که چقدر شما دوست دارید اون فضا رو، اون جغرافیا رو وارد کنید و متاسفانه خب در نمی آید چنان که میگید که نیست، نبوده، تجربه زیسته نبوده، توریست رفتید و توریست بیرون شدید به نوعی. اما چیزی که اونجا در خانه عمو، من همش روی کورسرخی دارم تمرکز میکنم، در خانه عمو و آلیه جان رفتید به دوره طالبان است، رفتید بیرون، اون بیبرقی و بیامکاناتی و اون بعد از سالها که اون کفتر خونین کابل پرپر شده و هیچ کسی نیست، حالا شما رفتید در اون جغرافیا با عمو و زن عمو روبرو میشید و بحثی دیگری که اتفاق میفته اینه که شما میرید بیرون و خرید میکنید داخل هرات، همین حالا هرات یا فراه اگه اشتباه نکنم جغرافیا، اونجا اون طرف باز همین جوریه، شیراز و تهران فرقی نمیکنه هرات و فراه باشه، یک کم خاک در هرات ممکنه کمتر باشه، کم خاک در فراه بیشتر باشه، اما شما رفتین بیرون و وارد کوچه هرات شدید یا فراه شدید، اون چیزی که ندیدم در آثار شما ایست که خانم عطایی شما با گذشته افغانستان، با اون دوره های چپی ارتباط دارین به خاطر اینکه آخرین افراد خانواده در اون دوره بیرون شدن و قصه ها مال اون دوره چپی هاست. همون اتفاقی که من سالها بعد وقتی به کالیفرنیا آمدم دیدم که افغان هایی که بیرون شدن در آخرین دوره ها از دوره کمونیست همون افکار چپیست و قصه هایشان و کی برنده شد و کی بازنده و کی برد و کی باخت است. ولی شما نزدیکتر بودید به ما. ما دوره طالبانی را گذرانده، ما زنان افغانستان و من یکی از اون دختران طالب زده هستم. هیچ چیز اونجا نبود که مره نوعی را در آثار شما نشان بده. شما به کوچه هم رفتی،
هیچ زن برقع پوشی ندیدید، هیچ دختر برقع پوشی ندیدید و هیچ اندوه زنانه از جنس اندوه زنان دوره طالب در آثار شما دیده نمیشه. کجا ارتباط شما با ما زنان قطع شده؟ حرف شما درسته و این یه بخشش آگاهانه بوده، یعنی یک بخشش کاملا، یعنی من نخواستم که در این حداقل در این شکل روایت نویسی به اون تصویر نزدیک بشم، و یه بخشش هم خب در این بود که زندگی نمی کردمش. می دونین من یک چیزی رو دارم و اون این که وقتی که شما واقعا اون رو زندگی نکنی، چرا منم دیده بودم، می دیدم اصلا کسایی که از مرز می مدن همه اول اون برقه و اینا رو داشتن و بعد که وارد ایران می شدن اتفاقا برقه برداشته می شد. و اتفاقا در کتاب جدیدم دارم حالا برقه ها رو می نویسم، ولی توی اون کتاب واقعا به خیلی سعی کردم که رنج رو از شکل توریستی در بیارم. میدونین وقتی شما بنویسین اینو خیلی درست تر از من می‌نویسین، متوجه هستین؟ وقتی که من صرفا شروع میکنم به توصیف یک زن برقع‌پوش، کاری رو میکنم که همه نویسنده های خارجی سالها در حوزه ادبیات مثلا مربوط به افغانستان کردن، چند تا تصویر داری میدی. من به عمد نخواستم این تصویر رو بدم به خاطر اینکه من اون تصویر رو نمیشناسم و اون چه که ازش بدم تصنعیه. همونجور که من خودم مثلا یه کتابی خونده بودم در مورد مثلا یه کارگاه پلیسی بود تو کابل از یه نویسنده فرانسوی، و فکر میکنم چقدر چرت و پرت نوشتی تو مثلا در کابل مثلا کارگاه پلیس شخصی مثلا وجود داره و اینا. ببینید آدم باید اون اندازه رو در خودش بفهمه و اون اندازه، من اگر از اون بیشتر می‌رفتم می‌شدم شبیه توریستی که داره رنج می‌نویسه، رنج دیگران رو می‌نویسه. من فکر میکنید در اثر جدیدتان اتفاقی افتاده که احساس میکنید باید از برقه بنویسید؟ نزدیک شدید؟ چیزی بیشتری فهمیدید؟ ارتباطات بیشتر؟ آره ارتباطان بیشتر شده، ارتباطان بیشتر شده به خاطر اینکه اولا تو همین مدت من دوستای افغانستان خیلی دوستای بیشتری پیدا کردم و داشتم، و کسایی که هم نسلا و هم دوره های من بودن و ما تو ایران با هم دیگه دانشگاه می رفتیم و آشنا بودیم و بزرگ شدیم و اینا برگشتن افغانستان و زمان سقوط طالبان خب خارج شدن از افغانستان، جهان من رو اون آدم ها تغییر دادن. یعنی اتفاقا اونا منو وارد یک فضای دیگه از افغانستان کردن. من همواره به عنوان یک ایرانی مرزشین در مرز ایران و افغانستان نوشتم، ساده ترش رو بگم، اما بنده برام انقدر عمیقه که بخشی از منه، انگار بخشیه که ندارمش. و وقتی که نزدیک شدم بیشتر تونستم پیداش کنم. اتفاقا حالا شاید حرفم حرف بی ربطی باشه، ولی من افغانستان رو در فرانسه بیشتر پیدا کردم تا در ایران. خصوصا که خانم عطایی عزیز این در بای ایوکویشن آخر این پروسه تخلیه، میتونم بگم که همون سطح اولیه که من دوستان خودم در حوزه ادب داشتم، ادب و فرهنگ داشتم، اکثریت مطلقشان حالا در فرانسه هستن. مسلما شما گروه کثیری را از ادب دوستان و اهل قلم در فرانسه پیدا میکنید. یکی از خوشحالی های این بود که الهی شکر اینا دور پراکنده شده، پراکنده در اون شک نیست. من فکر میکنم اگه همین امشب به کابل برگردم دیگه هیچ کدوم از یاران قدیمی خود ندارم، با خانه خودم برمیگردم اما به کشور خودم بر نمیگردم، میدانید؟ و این به خاطر اینکه کشور اون افرادی که شما میسازید بحث خاک نیست، بحث خونم مطرح هست. اون همه با همون کشور هستیم، کشور میشیم و الان خیلی از اونا نیستن. بنابراین انگار یک کشور کوچک در فرانسه اتفاق میفته داره، کشور کوچکی از افغانستان در آمریکا اتفاق میفته بوده. و من چون غربت قبلا کشیده بودم خیلی برای این دوستانم خوشحال هستم که جمعن، هر چنگایی هم دیگر رو میبینن، وگرنه نوشتن بحثی نیست که به سادگی آدم بخواد با خودش یدک بکشه، خصوصا وقتی آدم ها
دراماتایز میشن با قصه هایشان، با اون رنج 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 بقچه رنجی که با خودشان آوردن. و میدونید میخوایم حرفم با همون شب سمرقند پی بگیرم. این شب سمرقند من با هراتی آشنا کرد که درش زندگی میکردم اما نمیشناختمش. اینی که برایم عجیب بود، حالا اینو به عنوان پرسش نمیگم، اگر که دوست داشتید جواب ندید اصلا. برای من این که هرات در 5 سال دوره طالبان کوچه به کوچه زندگی کردم، دختر به دختر، درخت به درخت زندگی کردم، اون چیزی که شما از هرات شب سمرقند در شب سمرقند میگین کاملا برام عجیب است. یعنی در هرات گروه جاسوسی بوده که داشته برای روسیه کار میکرده و بعد هنوز احساس کردم هنوز دغدغه چپیاز. چقدر این روایت، چون در کورسورخی هم ما داریم این روایت های حقیقی است، هرچند که لابه داستانی داره، چقدر این روایت ها حقیقت داره خانم عطایی عزیز؟ سمرقند کاملا یک داستان ژانریه، یعنی اصلا هیچ اهمیتی نداشته برای خود من که چقدرش واقعیت داره چقدرش واقعیت نداره، کاملا به صورت ژانریک در واقع نوشته شده. یعنی یک داستان، یک سری دانشجو که از جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پا میشن میرن اونجا و درگیر یک ماجرای حالا جاسوسی و نمیدونم دزدی و اینا میشن. و من قبل یه داستانی بنویسم با سوژه شب و من این سوژه رو انتخاب کردم که بنویسم و اصلا هم یعنی به اون بخش رئالیستیکش که چقدر مثلا این قراره که واقعا باشه یا نباشه فکر نکردم. فکر کردم به این که داستانم قراره اونجا بگذره و حالا یه بخشش اونجاست و چون اتفاقا طبق معمول بتونم از اون نشناختنه فاصله بگیرم، آدم هام داخل یک خونه حبسن که از اون خونه اینا دارن جاسوسی میکنن، مثلا نمیدونم هیچ کدومشون نونوا نیستن مثلا که بیرون از اونجا باشن. برای همین برای من عجیب بود که این داستان در چشم سگه، ببخشید اگه گفتم در کور سرخی، و برای من عجیب بود خدایا گفتم این چنین هراتی را من زیستم یا اون شهری که من زیست میکردم هرات. نه دیگه، این یه خونه است تو هرات و اینا دارن اون تو کار جاسوسی میکنن. شاید اگه بخوام بهتون یه چیزی بگم از تجربه خواننده های خودم تو ایران ها، یعنی با داستانای چشم سگ همشون من میگفتن، میگفتن ما با یک حیث دیگه ای از کاراکترهای مثلا قانستان مواجه شدیم، مثلا طیفی که کارهای عجیب غریب میکنن، نمیدونم لزومن آدم های حاشیه نشین نیستن، بعد یه سری قصه های دیگه. و یه تجربه که بود، یه بار دعوت شدم به مدرسه دخترانه توی تهران بعد از این کتاب که دخترای در واقع دخترهای افغانستانی توی اون مدرسه بودن، مثلا از یک کلاس 30 نفره 15 نفرشون بچه های افغانستانی بودن، افغانستانی های متولد ایران البته دیگه، من منظور منه. و این بچه ها خواسته بودن که من بیام و بعدش که با هم حرف می زدیم و عکس می گرفتیم و اینا، این حرف عجیبی به من زدن در حالی که من اصلا ناخواسته در این بودم. اینا به من گفتن، به من گفتن که ما هر جا که میگیم ما از افغانستانی، همین که میگونن که مثلا ماها آدمایی هستیم که توان مالی پایینی داریم یا اصلا فکر نمی کنن که تو ماها مثلا چه جور آدمای دیگه هم وجود دارن و اینا. بعد این تو کتاب شما حالا افغانستانی پولدار هست، افغانستانی دزد هست و نمیدونم از این چیزا. بعد من گفتم که خب من قصه دارم می نویسم و نمیخوام فقط یه چیزه چون جغرافیا در اون کتاب برای من خیلی حساس بود و بعد تاریخ، این دوتا با هم شده بود و ناگهان مرا تکان داد و این شاید از خوبی کار بوده باشه. ای کاش که چنان هراتی که شما رسم کردید ما می داشتیم. خانم عطایی عزیز، به عنوان آخرین سوال می خواهم که چیز دیگر، سوال دیگر بپرسم. دوباره این سوال ممکنه که
به طبعتان خوش نیاید یا احساس کنید که راحت نیستید، جواب ندید، هیچ مسئله ای نیست. اما سوال من اینجاست که میدانید، بگذارید این بخش خیلی دو تا سه تا جمله از شما من بخوانم که خودتان وارد کتابتان دوباره ببرم با خوده. اینجا میگه که سلما خبر ندارد که از وقتی آمریکایی آمدن کارخانه های چینی برای من کفن میبافن به مقدار نامتناهی و این لطف آمریکاست. آمریکا به ماست، البته با اون حال علامت تعجب. بعد دیالوگ دیگری دارید، میگید که میگویم آمریکا هرگز کار بیدلیلی نمی کند. به قول ایرانی ها هیچ گربه محض رضای خدا مش نمی گیرد. این یک نگاه سیاسی است و من معتقد هستم با وجودی که هر نویسنده‌ای که بگه مثلا سیاسی نیستم، در ذات خودش انسان ها سیاسی هستند. انسان ها حرف می زنند در مورد انتخاب و این یعنی سیاست. و بگذارید صادقانه به شما بگم که در خیلی از اون جهات نگاهتان به خارج، نه تنها آمریکا یا نمیدونم حتی ناتو و همه بقیه کشورها، با شما موافق هستم و هیچ کس برای کسی دیگری علکی کار نمیکنه. همه اون دکترین خارجی خود دارن وقتی میان به همون رو تطبیق میکنن. اما یک چیزی که اونجا فکر میکنم نگاه شما غالب شده، من تجربه زیسته در ایران دارم، 10 سال درس خواندم و میدانم نگاه سیاسی حکومت به ایران چیست و نگاه مردمی خب هرچی بوده تأثیری در روابط نداشته تا حالا. نگاه سیاسی معلوم است در ایران به آمریکا و نگاه مردم افغانستان هم بعد از این تسلیم دهی به آمریکا خیلی معلوم است. قبل از اون هم ما معتقد بودیم، حتی از وقت پروسه صلح شروع شد، چون شما زن هستید رو میگم، که از 2017 ما معتقد بودیم که داره خیانت میشه با ما. اما در طول اون چیزی که باز من میبینم به عنوان زن افغانستانی این است که خب در این 20 سال آمریکا اگر که برای حتی دکترین خارجی خودش آمد، برای موشهای خودش آمد، ما 5 میلیون دختر داریم که به مکتب میرفت و ما هر افغانستانی رو تجربه کردم که چند وقت پیشش، همون 2-3 سال پیشش، اگر بیرون میرفتم به شفاخانه سوختگی که رفیق خود در شفاخانه سوختگی ببینم که خودسوزی کرده بود، شلاق میخوردم، اجازه مکتب نداشتم و برده های جنسی بودیم که به ما فقط اجازه داده شد که قابلگی بخوانیم و تبدیل شیم به ماما و بچه بیاره. این بود دوره طالب. و اگر که با اون دوره با افغانستان شما ارتباط چندانی ندارید، الان میدیا به شما میگه افغانستان چیست. تازه الان افغانستان، الان من میگم 50% هم بهتر، حالا همچین یک چیز تخمین زدم، بهتر از افغانستانیه که من طالب زده تجربه کردم، خیلی بهتر است. اما با تمام اینها این 20 سال چیزهایی داشت که مرا یاد داد که برای خودم بجنگم، برخلاف چیزی که در آمریکا گفتن اینا برای خودشان نجنگیدن. ما در این 20 سال یاد گرفتیم برای خودمان بجنگیم تک تک. درسته این جنگ در خیابان ها به وسعت ایران دیده نشد، یا این جنگ نظامی که الان اتفاق میفته به اندازه کافی نیست که طالب سرنگون کنه، اما ما خصوصا ما زنا جنگیدن یاد گرفتیم. از این 20 سال اون نگاه غالب از اول تا آخر در کور سرخی میبینم، در همه اولهای روایتهایی که شما شروع میکنید، چون جایی که خونه ما را با خود خون عراقی ها و سوریه یکی میکنید و میگید اگه اینا کور سرخی نمیداشتن خون ما را میدیدن و با شما موافق هستم. اما انگار فکر میکنم یک نگاه غالب، اگر سیاسی بگم خیلی اقراق میشه، اما نگاه غالب ایران زده هست در اون اثر. اینجوری احساس نمیکنید؟ نه، چون من تجربه‌ام با تجربه شما در این مورد متفاوته. یعنی من به شدت متاسفم بابت تمام اون اتفاقاتی که دور از تصوری که برای زنها در افغانستان افتاد و همین الان هم داره میفته، یعنی همین الان در جریانه. ولی میتونی من نگاه هم به آمریکا، حالا اگر که یا به اتفاقاتی که در افغانستان افتاد، در واقعیت از ماجرای 11 سپتامبر برای من شروع شد
و اینکه زمانی که خب من اونقدر خودم رو درگیر جغرافیای افغانستان ندیدم و حتی جغرافیای ایران، ولی در جغرافیای کلی اون منطقه زمانی که حمله 11 سپتامبر شروع شد و اعضای القاعده دستگیر شدن در پاکستان، در عربستان، در این کشورها، آمریکا به افغانستان حمله کرد، در حالی که یک عضو از کسانی که در نهایت در دادگاه ها شناخته شدن به عنوان کسانی که عملیات 11 سپتامبر انجام داده بودن افغانستانی نبودن. حتی در افغانستان هم نبودن. بله، حتی در افغانستان هم نبودن. و این خشم برای من موند و هنوزم هست، میدونید؟ چون درسته، بله، در سالهایی که بودن خب خیلی اتفاقات افتاد، ولی زمانی که تازه این کتاب قبل از صوت افغانستان نوشته شده، یعنی منظورم اینه که من الان میخوام بنویسمش، 10 بار عصبانی تر می‌نویسم. احساسش یعنی برای من حالا این نگاهه، یعنی نمیتونم بگم از جایی بر من غالب شده، من واقعا این حس رو داشتم و دارم و دارم. و اینکه در حق افغانستان این ظلم اتفاق افتاد، اتفاق افتاد، یعنی افغانستان انگار مثلا یک، چه میدونم، انگار مثلا یه پدر مادری دعوا کنن بزنن تو گوش بچه، یعنی یک چنین چیزی برای من، بچه مظلومی که شاید واضح ترین چیزی هم که باعث ظلمش میشه اینه که نفت نداره و در واقع منابع نفتی نداره. و وقتی که تو کلان موقعیت به این ماجرا نگاه کنیم، یعنی از ایران و افغانستان بیان بیرون، میبینیم که خب این اتفاق افتاده، این اتفاق در منطقه ما افتاده. چرا آمریکا واقعا به پاکستان هم بنا کرد؟ منم برای اینا تا جوابی ندارم، ولی خشمش رو دارم. اصلا نکنه، شما میدانید ما هم خشمگینیم، ما هم غمگینیم و ما هم ناراحتیم. میدانم به عنوان یک نویسنده ساده نیست که با نوشتن و داستان و هنر دنیا رو عوض کرد، ولی امیدوارم اگر روزی اون اتفاق افتاد و قرار شد با این نوشتن ها کم کم چیزی عوض بشه، اون عوض شدن پایدار باشه. خانم عطایی عزیز، قدمتان روی چشم ما دوباره که تشریف آوردین و خوشحالم کردین. من آثار شما رو با شما بیشتر خواندم در این دوره و قبلش بیشتر با همین کور سرخی آشنا بودم و شنیده بودم از شما، ولی در این مدت وقتی از شما خواندم احساس کردم که چقدر خوبه که یک نفر با وجودی که مرزنشینه اما دلش به دو سمت مرزه، دلش به دو سمت مرزه. درسته که در واژه در کتاب نوشتید که ما مرز نشینیم و مرز فروش، اما من احساس میکنم که شما دین خود به مرزها ادا کردید و نشان دادید که این مرزها چقدر میتونن مرزهای سیاسی رنج و اندوی فرهنگی ایجاد کنن. به امید این روزی باشه که حداقل ایران و افغانستان هم بتونن بدون روادید، اتفاق تازه‌ای که در این وقتا میفته، همدیگر رو ببینن و افغانستان اون برادر کوچک مظلوم حقیر شده نباشه و شرایط برگرد و بازی هم به نفع ما باشه. دستتان درد نکنه، وقت گفتگوی ما و شما تمام است، ولی با هم میریم به سمت سوال ها. لطیفه جان، اگر مرا در قسمت سوال ها همکاری کنید اگر سوال داشته باشید. چشم آمیرا جان، اول میخوام از آلیت هایی واقعا تشکر کنم، واقعا استفاده کردم و حضور شما توی این برنامه واقعا افتخار بزرگه برای برنامه ایران شناسی ایل و خیلی ممنون همیرا جان که واقعا این گفتگو رو فراهم کردی، برای همه ما خیلی مفید بود. ما چند تا سوال داریم تو قسمت Q&A و من الان مخاطبین عزیز رو دوباره تشویق میکنم اگه سوالی داریم، فرصت خیلی خوبی هست که توی قسمت Q&A بپرسین، ولی خب من با این سوالا شروع میکنم و اگه سوال بیشتری بود و فرصت شد سعی میکنیم تا حد ممکن جواب بدیم. من میخوام اول از یه سوالی شروع کنم که خانم شیرینپور مطرح کردن، یه سوال بیشتر پرکتیکال هست و من بگم شاید سوال جای خوبی باشه برای شروع کردن، این که چجوری میشه کتابای خانم عطایی رو تهیه کرد؟ اگه حالا نمیدونم مخاطبمون کجا هستن نگفتن، ولی
و اینکه کتاباش خارج از ایران چاپ شدن هستن؟ توی ایران یا تو اروپا چاپ شدن؟ کتابای من توی ایران خب همشون هستن، توی اروپا هم الان فرانسه و ایتالیا و تو یعنی حالا در پیش رو، در سال پیش رو در چند کشور دیگه هست. ولی اگر منظور نسخه فارسی کتاب هاست، میتونن از فیدیبو، از بخش ارزی فیدیبو کتاب ها رو تهیه کنن، اونجا همشون هستن. خیلی دیگه ممنون. داخل ایران هم که هستن دیگه، کتاب فروشی ها و اینا دارن. یه سوالی هست از نمیدونم خانم یا آقای یوسف زاده که خودشون رو دکترای ادبیات فارسی هستن و در زمینه داستان زنان در زنان معاصر در افغانستان در واقع رسالهشون رو دارن کار میکنن و سوالشون بیشتر درباره مخاطب داستانهای شماست، چون هر دوی شما عزیزان در واقع موضوع زنان رو توی نوشته هاتون بزرگ میکنین، زندگی روزمره زنان رو در افغانستان و حتی در مناطق مرزی بین افغانستان و ایران و حالا همونجوری که همیرا جان گفت تجربه زیسته زنها رو. آیا به نظرتون مخاطب نوشتهاتون در واقع خانوم ها هستن یا مخاطب بزرگتری دارین؟ و حالا یه قسمت هم من به این سوال اضافه کنم، برای خودم جذابه این که آیا چجوری ادبیات رو استفاده میکنین به عنوان یک وسیله که در واقع این آگاهی بیشتر بشه درباره این تجربه زیست زنها، چه در افغانستان و چه در ایران؟ سوال مخصوصی که این سوال رو از خانم قادری پرسیدن، ولی اگه خانم عطایی هم جوابی دارن خیلی ممنون میشم. مهمان گرانقدرم، اگه لطف کنن شما بگید که ما با ادبیات چطور میتونیم وسیله بسازیمش و تغییر به وجود بیاریم، باز ما در مورد مخاطبای ما حرف میزنم. دوست دارید خانم عطایی؟ حالا من کتابام رو بیشتر اون بازخوردی که از خودم به خودم میدادن اینجوری بود که زنها میخوندن، یعنی اتفاقا من مخاطبهای زن بیشتر داشتم. کتابام یه چیز ناخوشایندی هم اگه بخوام بگم اینه که اتفاقا از جانب مردها حمله بیشتر داشتم تا خواننده. همین دلیل هم اصلا ترجیح میدم خیلی ندونم که یا میتونن. و در مورد تغییر دادن جهان با ادبیات فکر میکنم که خیلی شعاری این قضیه. میدونیم بزرگترین نویسندگان دنیا این هم از جنگ نوشتن، از هجرت و دربدری آدم ها موفق نشدن جلوی شلیک یه گلوله رو بگیرن. یعنی حتی یک گلوله در دنیا نبوده که یکی بگه من به خاطر این کتاب شلیکش میکنم. پس این هم ما رو به عنوان نویسنده از اون عرش خدایگونه باید بیاره پایین، هم توقع خوانندمون رو از ادبیات برسونه به این که ما قرار خودمون رو بسازیم. اگه من امروز اومدم ادعا کردم که قرار کتاب من دنیا رو تغییر بده، مطمئن باشین که هیچی از ادبیات نمیدونم. بگذارید من این اضافه کنم به حرفای اول خانم عطایی که همین نویسنده بسیار مطرح و خوب امریکایی همینگوی خودش کلی در جنگا شرکت داشت. مارستان بستری بود با وجود که همیشه ضد جنگ هم نوشت، ولی جزو افرادی بود که اول رفت جنگ. آره دیگه ودا با اسلحه رو خودش یعنی پیش زمینه جنگ داره. و برای من به عنوان آدم واقعا مطرح نیست که این گلوله ها کدام سمت تاریخی جنگ بر زمین میزنه، یعنی کی داره با این گلوله کشته میشه. به حساب اون سربازی که به جنگ میره، این سمت و اون سمت جفتشان بر هم برای همین خیلی گفتن قرار نیست که هنر به نوعی جنگ متوقف کنه، اما موافق هستم که هنر در دراز مدت کار قرن هاست، بتونه روی فرهنگ ها تأثیر بگذاره، بتونه آدم های مهربان تری رو خلق کنه یا مشغولیت های آدم ها رو تغییر بده و بعد ما فکر کنیم که جنگ اتفاق نمیفته. ولی
ما رو میبینید که در هر دوره داریم روسیه های خودمان میشیم پیش خودمان، جنگی که در اوکراین و روسیه اتفاق افتاد، جنگی که در غزه و اسرائیل الان هست، نشان میده که هنر با حتی اگه صنعتش بیلیونی هم بشه از نظر مالی باز در جایگاه قرار داره که کار نگاه واقع‌گرایانه ایه به ادبیات، ولی معنیش این نیست که ادبیات بده، یعنی معنیش اینه که قرار رو هم بگذاریم، همینه میشه در موردش گفت. و یک سوال که گفتن مخاطبم کیست، به خدا ما هم دقیقا مثل خانم عطایی هستم، زیاد مخاطبایم دقت نمی کنم به خاطر اینکه می ترسم. در آمریکا در همین جلساتی که حاضر میشم میتونم بگم که مخاطبایم زنان و مردان هستن و از هر دو طرف تشویق دارم و سوال دارم و پرسش دارم و نقد دارم. اما در افغانستان میتونم تقسیم کنم به دو گروه، زنان و مردان مذهبی که حداقل رفتن کتاب آخر مرا فقط به خاطر اینکه بیان حرف بزنن که تو چرا اینجوری نوشتی خواندن، و نسل جوانی که با کنجکاوی رفت. در اون نسل جوان هم میتونم تقسیم کنم، مردان رفتن ببینن که من چجوری اینا رو داخل اجتماع خارجی بیرون کردم، و زنان رفتن که یاد بگیرن چجوری میشه ازش استفاده کرد و به نوعی چنین بود. این چیزی بود که از خودشان شنیدم. خیلی ممنون بابت پاسخاتون. یه سوالی از خانم عطایی هست درباره داستان کور سرخی، اگه بتونید یه ذره به طور خلاصه درباره این داستان بگین و اینکه چرا نوشتین این داستانو، یکم مخاطبمون کلا برش مهم بوده بدونه بیشتر درباره این داستان، خیلی ممنون میشم. کور سرخی در واقع از یه روایت اولیه شروع شد که من میخواستم در مورد شغل، در مورد کار بنویسم، و من در مورد یه کاری که نوشتم، اون بخش بعدم آخرین بخش کتاب شد، در مورد یه شغل مرزی نوشتم و اونم قاچاق انسان در مرز ایران و افغانستانه، که یک شغلیه دیگه، کسایی که دارن غیرقانونی وارد مرز میشن، یه قاچاقچی هم هست که پول میگیره. و بعد شروع کردم به اینکه تعداد روایت های مربوط به اون منطقه رو بیشتر کنم، شخصیاشو جدا کردم در ذهنم، حالا یا اونایی که به نظرم کمی شخصی تر می اومد، و در نهایت هم آخرین چیزی که نوشتم از اون کتاب بخش اول کتاب بود که روایت پدر خودم بود که گذاشتم اول کتاب، بعدم که دیگه چیدمان رو کتاب رو انجام دادم. من اون کتاب رو در واقع همونجور که نوشتم به مردم منطقه مرزی تقدیم کردم، و مردمی که خیلی هاشون فاقد هویت شناسنامه ای، یعنی نه اینکه کسی اینا رو نه ایرانی میدونه نه کسی اینا رو افغانستانی میدونه، و من خواستم از یک رنجی بنویسم، از یک چیزی که در واقع احساس کردم بنویسم، و اسم پرسرخی هم در نهایت گذاشته شد به عنوانه، یعنی از اول این اسم رو نداشتم، همونجور که الان نسخه انگلیسیش اسمش از بادی آف وار در واقع یعنی بدن تن جنگ، و اتفاقا نسخه اولیه‌اش چیزی در مورد مرز داشت، سال مرزی، شب مرزی، همچه عنوانی داشت که بعدم این عنوان برش انتخاب شد، که به کنایه از اینه که در بخش آخر کتاب هم میخونیم که داره میگه من هر کسی رو که به این، یعنی تمام این دنیا نسبت به این خاکی که روش خون ریخته شده انگار کور رنگی دارم و این رنگ سرخ رو نمیبینم، و همین. بسیار عالی، خیلی ممنون. یه سوالی بود که خانم امیری پرسیدن و به نظر من شاید هر دوتون بتونید جواب بدین. آیا درباره مفهوم تجربه زیسته و نویسندگیه که به نظرتون وقتی ما از رنج صحبت میکنیم، حالا در ایران یا افغانستان، آیا لازمه که حتما در اون محل یا در اون فرهنگ ما بزرگ شده باشیم، یا آیا مثلا آیا میشه واقعا درباره افغانستان نوشت اگه ما اونجا زندگی نکرده باشیم ولی بگیم که تجربه زیسته افغانستان رو داشتیم؟ همینجور درباره ایران هم صادقه، درباره رنج ایران نوشتن ولی آیا لازمه حتما در اونجا بودن و وقایع و در واقع ملاحظه کردن برای نویسنده این لازمه یا نه؟ ببینید، آها، جواب بدید.
دو بخش داریم، یه بخش در مورد جنگ وقتی حرف میزنیم، یه بخش فیزیک جنگه یعنی حضور در منطقه جنگیه، یه بخشی در واقع تاثیرات روانی که هر جنگی میذاره. جنگ وقتی که من تو اون کتاب در مورد جنگ ایران و عراق، اون جایی که دارم حرف میزنم و در مورد پدر خودم دارم حرف میزنم، جنگ ایران و عراق در شرق ایران و در مرز افغانستان نبود، در جنوب ایران و در غرب ایران اتفاق میافتاد، ولی آدم ها میرفتن جنگ. و اون دوره ای که داری میبینی، خب من مثلا بمباران جنگ رو که ندیدم، همونجور که در اون کتاب نوشتم برای یک بار در یک بیمارستانی در تهران صدای آژیر جنگ رو شنیدم. اما در من مثلا دارم میگم در منطقه مرزی به حدی ناامنی وجود داره که شما میتونین مثلا خواب باشین یهو صدای تیراندازی بیاد و یه سری ماشین بیان، یه سری آدم بیان. خب شهر که نیست، یک بیابونیه که در شهر اتفاقی داره میفته. یه بخشیشو به نظر من بله آدم باید تجربهش رو داشته باشه، یعنی در یک اندازه باید توی اون محیط زیسته باشه، ولی شاید هم سن ما ندارن. من الان مثلا 40 سالمه و یه 4 تا جنگ و 12 تا کودتا و 10 تا سقوط و اینجور چیزا دیدم که به اندازه البته یه آدم 200 ساله است در قرب، ولی خب بهران اینا رو دیدم. ولی کسایی که جوان‌ترن رو فکر میکنم اندازه وصل خودشون رو به اون وقایع قطعا پیدا میکنن، لازم نیست حالا حتما زیر بمباران باشن. اینم ما به حرفای خوب خانم عطیه اضافه کنم، جنگ و رنج اصلا به مارکس گفتن این همه کتاب خوب نوشتی، گفت نتیجه تنهایی بود و در آخر اشاره کرد که ای کاش تنها نمیبودم. و که این نوشتن نباید محصول رنج کشیدن آدم ها باشه، یعنی چون ما رنجوریم، چون ما قصه داریم، چون ما مظلومیم، چون ما تحقیر شدیم و اینها شده دلیل نوشتن، نه. شما چقدر نویسنده نوبل بگیر خوب مطرح در دنیا دارید که از رنج آمده باشه و نوبل گرفته باشه؟ اولا که من به عنوان آدمی که می‌نویسه اصلا موافق نیستم که شما با قلمتان و جوایزتان و خوانندهتان مساوی باشه به این که چقدر شما رنج کشیدید، خدا نکنه. این یک، نمیخوایم درون رنج، اما اون چیزی که کتاب صیقل میده رنج نیست. اون یکی از دوستا سوال پرسیده بودن از خانم عطایی که ابزار یعنی چی؟ همون ابزار یعنی همون بازی های فرمی، اون چیزی که شما بلدی، تجربه زیسته وقتی میاد دست شما مواد خام است. مواد آن چیز، همه ما و شما تجربه های زیسته متفاوت داریم، خصوصا ما افغان ها و ایرانی ها که اصلا در بستر تجارب زیسته متفاوت داریم بزرگ میشیم. اما وقتی که شما میخواید این رو تبدیل کنید به داستان، دیگه باید تکنیک ها رو بدارید، باید کتاب های خوب خوانده باشید و با اصول نوشتاری آشنا باشید و این رنج باز میارزه. رنج خوب یاد گرفتنی که چطور بنویسیم، این رنجش رنج خیلی خوبیه. براتون آرزو میکنم که این رنج بکشید، یادش بگیرید، تلاش کنید. و وقتی ما در مورد ابزار صحبت میکنیم، دقیقا منظور ما از اصول داستان نویسی، عناصر داستان نویسی، یعنی فاصله گرفتن با آنچه که تجربه میکنید. برای دوستان افغان اینطور میگم، همون سنگ لاجورد و لعل و فیروزه است که شما از کوه ها میگیرید، ولی خود اون سنگ به نفس زیبایی نداره تا یاد نگیرید کدام زاویه هایش را بتراشید و در معرض نور درخشش جذب کنید. خیلی ممنون. یه سال دیگه وجود داره که در واقع در راستای همون سال تجربه زیست است، من تصمیم گرفتم اینو بپرسم و اگه فکر میکنین که خیلی شبیه، پس از الان نسخه میکنم. آقای آریا فانی پرسیدن که اهمیت نوشتن درباره موضوعاتی که به طور مستقیم تجربه کردید و بین نویسنده‌های دیگه من جمله در زبان‌های دیگه دیده اید، فکر میکنید این وسواس هنری با تجربه زیسته آیا ممکنه باعث نوعی نگاه کاذب بشه که تجربه زیسته ارتباط بیواسطه با دنیای داستان پدید میاره؟ به هر حال من که فکر میکنم هیچ نویسنده‌ای در وهله اول غیر از خودش چیزی نداره، یعنی اول از خودش شروع میشه و ولی اولیش وقت دوم نمیشه. اگر آدم تجربه زیسته رو تو یک کتاب مینویسه، دیگه تو دو کتاب میزه، هی مدام که دیگه تجربه زیسته نمیدونم از کودکی تا فلان سالا تکرار نمیکنیم. ما همینجور که زندگی میکنیم هی بر
زیستمون و وسعت زیستمون تغییر میکنه. من اتفاقا خیلی فوکوس بر تجربه زیسته ندارم، یعنی این فکر میکنم هر کسی داره دیگه، به هر حال یه زیستی، حالا زیست ما شده این شکلی که داستانمون این شکلی شده. اون چه که اون زیست رو قابل اهمیت میکنه همون حرفیه که همه راجان زد، و اون که اون ابزار شما برای اینکه واقعا چند اندازه بتونی این رو انتقال بدین، اصلا چی رو میخواین انتقال بدین. یکی از این نویسنده فرانسوی آنیرمو که نوبلیست هم هست، مثلا در یکی از کتاباش که من خیلی دوست دارم که به صورت مماره داره، تجربه در واقع مرگ مادر بزرگی رو میده که سنش هم زیاده و اصلا خب قرار بوده که دیگه بره، ولی خب اینو بخوای نگاه کنی، این که دیگه بمباران و جنگ و نمیدونم فضای اینطوری نداره، یک اتفاق یک مرگ ساده است، ولی شما لحظه ای اون کتاب رو دست نمیذارید زمین، و اون به خاطر توان و تکنیک و قدرت قلم اون نویسنده است که شما رو همراه میکنه، نه به خاطر عین سوژه. همه ما پر از تجربه ایم دیگه، یه زیستی داریم دیگه، یه جو زندگی داریم میکنیم. من کاملا با حرف همیرا موافقم که یعنی ارج گذاشتنی نداره، دونید این که اصلا بیان بگیم الان خیلی زیست دردناکی دارم، شاید مثلا به درد این بخوره که یکی بره پناهندگی بگیره، به درد این نمیخوره که نویسنده بشه به خودی خود، یعنی به خودی خود فقط و فقط میتونه یک چیز، یک امر اتفاقی افتاده باشه که افتاده. ولی من خودم مثلا فکر میکنم که کاش مثلا یه مدل تجربه های زیسترم نمیداشتم، حالا لابد یه تجربه های دیگه میداشتم در مورد اونا میداشتم. اگه بخوایم اضافه کنم به سوال، به جواب این است که من هم موافق هستم که همه این نویسنده ها در گام اول از خودشان شروع میکنن و اصلا همون دستگرمی اوائلشان خودشان هستن، حالا نه به این صورت مستقیم تجربه زیسته، اما شما اون رد پای نویسنده رو شما میتونید در آثار اولیش ببینید. و البته موافقم که نویسنده در طول زمان به خاطر اینکه تجربه‌اش متفاوت میشه، سنش متفاوت میشه، به هی زاویه دیدش به حوادث فرق میکنه و نگاه و شعورش، اصلا شعورش، من بالا و پایین خوبت نمیگم، شعورش متفاوت میشه. خب این در داستانهایش تأثیر میگذاره، اما کل هم همیشه میگم برید اگر میخواید ببینید که نقشش چیه، برید زندگی نامه ها رو بخونید. این بحثی که مؤلف مرده است اینا همه رو قبول دارم، اما بعد بیایید ببینید که چی کار کردن با خودشان، با این تغییر سن، با این تغییر تاریخ ها، با تغییر جغرافی هایی که مثلا همینگوی، برید شروع کنید که از ودا با اصلاحی که شروع کرده تا پیرمرد دریا همش در جنگ هست، اما این جنگ ها در طول زمان متفاوت میشن، جبهه های جنگیدن متفاوت میشه، گاهی با خود است، گاهی با دیگریست، گاهی با ذهن خود است، گاهی با توفنگیست با دیگریست. بنابراین هست، بشر فراتر از خودش و فراتر از بشر دیگری نیست، اما خب اینی که شما هی همینگوی تجدید چاپ میکنی به خاطر تجربه زیسته همینگوی نیست. من الان تجربه زیستم از او بیشتر است، ولی من تجدید چاپ نمیشم به خاطر این کس که اون بلده چطوری این تجربه زیسته را تبدیل به اون نگینه کنه. خیلی ممنونم بابت پاسخاتون. فکر کنم این سوال آخر باشه که در واقع چون بعضی از سوالات تکراری هست و من یه جورایی دیگه تکراری رو نپرسیدم. در واقع هر دوی شما یه تجربه مهاجرت هم داشتین، در واقع حالا چه به آمریکا چه به اروپا، فرانسه اگه اشتباه نکنم درسته، و آیا یکی از مخاطبمون پرسیده که این چه تجربه‌ای در نهایت در سبک در واقع نوشتن شما داشته، تجربه در یک کشور دیگه جز از اونجایی که بزرگ شدین. حالا همیرا جان تو بحثاشون بحث هویت رو در واقع صحبت کردن که شاید یه بخش خیلی مرتبط باشه با این سوال، و همینطور وقتی که مهاجرت کردین آیا مخاطباتون فکر میکنین همون مخاطبای سابق هست در نوشتن، یا در واقع این مهاجرت باعث شده که یه سری مخاطبای جدیدی اضافه بشه به مخاطباتون؟ حالیه جان شما برید جلو من بعدش. مهاجرت برای نویسنده، خب یه بار مهاجرت برای شخص اتفاق میفته، یه بار مهاجرت برای نویسنده اتفاق میفته.
یعنی من فکر میکنم این به هر حال این عالی که داره در فرانسه زندگی میکنه تا وقتی که به فارسی مینویسه یا تا وقتی که به فارسی بنویسه مخاطب فارسی زبانش وجود داره. یعنی هجرت نویسنده به نظر من یه هجرت زبانی هم هست، یعنی زمانی که از زبان خودش به زبان دیگری شروع میکنه به نوشتن. اون شاید سخت‌ترین بخش باشه واقعیتش رو بخوام بگم، یعنی اینکه نبودن مثلا حالا به خاطر اینکه وقتی کتابام تو زبان‌های دیگه منتشر شد و مخاطب‌های زبان‌های دیگه رو می‌دیدم، خب به همون اندازه غریبه بودن باهاشون دیگه، برای من مثل مخاطب فارسی زبان نبودن، ولی بازم تجربه جدیدی بود، تجربه نوعی بود. اگه بگم دوست نداشتم غلطه، دوست داشتم اتفاقا وقتی می‌دیدم اینا مثلا چه دنیای دوری دارن ولی میتونن با داستان من ارتباط بگیرن و میتونه خارج جامعه فارسی زبان با داستان من ارتباط بگیره. ولی خودم رو به عنوان نویسنده تا وقتی به زبان دیگری غیر از فارسی ننویسم مواجهه. خب برای من شکل نوشتن در اینجا روی فرم تغییرات به وجود آمد، به خاطر اینکه چون علی جان میدانید چون ما فارسی نوشتیم با محتوای فارسی ما در نهایت در افغانستان و ایران خوانده میشه و خواننده آشناس با این محتوا ولو که ایرانی کامل باشه، تاریخ افغانستان رو میدانه، طالب که بگیم میفهمه، شوروی که بگیم میفهمه، آمریکا که بگیم میفهمه، کار خیلی برام ساده تر بود وقتی در افغانستان و من آثارم یک پیوند ناگسستنی با تاریخ افغانستان داره. وقتی به فارسی می نویسم این تاریخ برای افغانی، برای خود افغانستانی من کامل آشناست، هیچ دغدغه و پیچیدگی نداره، ولی که 10 دفعه با فلش و کابورم بیایم. برای ایرانی هم اون دغدغه رو ندارم، چون نقره دختر داره کابل با اون تاریخ از کجا شروع شد و تا کجا ختم میشه فارسی بود و هیچ کس هیچ وقت برم نگفت که وای به خاطر این تاریخش مثلا گیج شدم. اما وقتی من کتاب الان، کتابی که اینجا دارم کار میکنم، Tell Me Everything دارم کار میکنم، ایجنتم که خان میدانید ایجنت ها خودشان به نوعی ادیتورها هستن و مثلا حتی وقتی ادیتورم خان، چون من این دوباره با همون شیوه برو بیا کار کرده بودم و در تاریخ های مختلف این تاریخ ها رو خطی پیش نبرده بودم، شیوه روایت خطی نبود، چپتر یک تاریخ بسیار متفاوتی داشت، چپتر دو 7 سال بعدش روایت میکرد، چپتر 3 دوباره برمیگشت به تاریخ اول. اولین چیزی که ایجنت مرا ترسان، یعنی به حساب خودش فریک اوت کرد، این بود که برم گفت که همیرا این تاریخ برای ما ناشناست، ما در این تاریخ داریم غرق میشه، با این شیوه روایت غیر خطی ما بیشتر دارم میترسم. و بعد این اتفاق با ادیتورم افتاد، ترسیدن از تاریخ، از تاریخ ناشنا ترسیدن و برایم گفتن پس تنها کاری که ما میتونیم بگیم، ما تاریخ دست داده نمیتونیم، لطفا کاری کن که این تاریخ برای ما ساده شده. و این تاریخ چطور ساده میشد؟ این که من همه چیز خطی کنم، میدانید؟ برش دارم اون صنعت، اون فرم بردارم و این باعث قسم شد، چون که دیدم که دو تا بحث بود، این که البته که نمیخوایم خود مقایسه کنم، اما چطور خانه اروای ایزابل آلندر اینا با اون همه تاریخ پیش در پیش میرن میخوانن، اونجا هم یک عالم کودتا است و یک عالم تاریخ است و یک عالم پیچیدگی است و قصه است، جنگ است و تو در توست، ولی به افغانستان که میرسه وای سختشونه. خب اون قسم کرد، یعنی در فرم بالاخره من مجبور کرد که 1 2 3 4 روی خط زمانی تاریخ را برم و این در فرم برم اتفاق افتاد و غمگینه میکرد و با خودم گفتم اگر بخوام به فارسی چاپش کنم با همون شیوه قبلی، با همون چیدمانی که دوست دارم، یعنی ادبیاتم فرمرم مطرح میکنم، اینجا از ما بیشتر قصه میخوان تو ادبیات، انگار ما برای ادبیاتشون کافی نیستیم، همون قصه هایتان کافیست. این تجربه ما از خدا کنه که اینطور نباشه، برداشت اشتباه ما باشه، اما در محتوا نه، در محتوا تغییر نیامده، مخاطب من گسترده‌تر احساس میکنم، حالا افغان ها هم میخوانن و جالب اینه دنسینگ این نماز که به انگلیسی خیلی نسل جوان در افغانستان خواندن، خیلی دوره ما نیستن، دوره میدونید این دوره جدید بوده، این اکثریت انگلیسی خوانده بودن و احساس میکنم که مخاطبم حالا به فنلندی هست، ایتالیایی هست، فرانسوی هست، آلمانی هست و زبانهای دیگه که در راه هست. بنابراین از نظر مخاطب محتوا نه، ولی فرم یک چیز داشتم، یک تجربه تلخ داشتم.
چیز جدیدی بود این چیزی که گفتین، خیلی برای من جدید بود که میگم مثلا فرم رو باید تغییر بدین که ما نمیفهمیم. خب بفهمیم منظورم اینه که یعنی خب برید دو دفعه سه دفعه مثلا سه چهار صفحه در مورد تاریخ ما بخونید، اشکال نداره دیگه. چی میشه یه جایش هم خب شاید باید توی متن باز بشه، مخصوصا وقتی که مثلا متن اول داره به زبان فارسی، از فارسی داره به انگلیسی در میاد، فکر میکنم یه جایش هم باید تو متن فارسی باز بشه. نمیدونم، چون منم این تجربه رو با ادیتور انگلیسی مثلا سر یه بخشایی داشتم، مثلا گونه من نوشتم زابل، خب خب زابل، من وقتی میگم زابل دیگه مخاطب من کاملا میدونه زابل کیه، کجاست، کیه، ولی یه مخاطب خارجی خب میگه زابل چی. و مثلا من مینوشتم زابل مثلا شهری در شرق ایران، در مثلا مرز ایران و فلان جا، مثلا فلان، میدونی این شاید این صحبت جغرافیا رو توضیح دادن تا بخوایم آدم سیاست رو توضیح بدی، تا میگی مثلا ظاهر خان بعد داوود خان کیه، اصلا دیگه چه اتفاقاتی افتاد، به خاطر اینکه تاریخ برشان آشنا نیست. و قبول کنید وقتی من کتاب خانه اروار خواندم و بعد رفتم فیلمش دیدم، صادقانه رفتم نشستم، چون نمیدونستم چیزی در مورد اون کشور یا حداقل در مورد تاریخش، رفتم خواندم. بله، آره رفتم خواندم تا با یکی از ادبیات جهان خوندم، چیزهایی نمیدونستم ازشون که چجوری هست، مثلا چرا در قصه اینطوری اتفاق میفته. کمترین نشین بوده که سرچ میکردم مثلا اینجا کجاست مثلا. بله، و امیدوارم که حداقل برگردم به این که خب بعدها اونقدر مهم بشیم که در مورد ما هم بخونن تاریخ. خب لطیفه جان، خب میخوام برنامه رو با چند تا تشکر در واقع تموم کنم. اول از در واقع خانم عالیه عطایی و همیرا قادری عزیز که این گفتگو واقعا خیلی مفید بود و واقعا متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین و در واقع خیلی عالی بود، ممنونم. از سم هاشکین هم خیلی ممنونم، ببخشید که زودتر رفتش، ولی که در واقع فرصت این برنامه رو فراهم کرد و امیدوارم که بتونیم دوباره با کمک همیرا برنامه‌ای مشابهی داشته باشیم در آینده و مخصوصا برای برنامه ایران شناسی یل که بتونه چنین نویسنده برجسته‌ای داشته باشه، واقعا یه افتخار بزرگیه. خیلی ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. ممنون از شما لطیفه جان بابت دعوتتون، بابت هماهنگی‌هایی که انجام دادید. برای منی که الان در غربت دورتر از غربتم، خیلی این که نشستم با شما فارسی حرف زدم و دم و در ادبیات حرف زدم قدیمتی بود. خیلی ممنونم از همتون. برای شنونده هایی که الان داریم و ما هم میبینن در این زمان، باید بگم که خانم عطایی از آدرس ایران به ما امروز از آدرس جغرافیایی نه، از آدرس هویتی ایران امروز به ما پیوسته بودن و ما در آینده با نویسنده های افغانستانی هم هستیم. فکر میکنم گزینه بعدی ما اگه که باز انشاءالله سریع برم سر وقتش و فرصت کنم، آقای محمد آصف سلطازاده خواهند بود که آدرس جغرافیایی و هویتی افغانستان به ما میپیوندن و ما این سلسله بحث را ادامه. دست شما درد نکنه علیه جان کامدی. خوش جان از شما که اینقدر کتابا رو دقیق خونده بودین، منو شرمنده کردین واقعا، خیلی ممنونم. قربان شما، ممنونم لطیفه جان. مرو جان اگه صدای ما رو میشنوی، thank you so much for all this. خیلی ممنون از همه کسانی که این ایونت رو شرکت کردن و حضور داشتن، ممنون از شما. ممنون، تشکر، وقت همتون بخیر.